درود بر شما امیدوارم که حالتون عالی باشه توی این قسمت از ویدیو میخوام در مورد سبک RTM صحبت کنم که چه سبکی هستش و چطور میتونیم ازش استفاده کنیم به صورت قسمت به قسمت این آموزش ها رو ضبط میکنم برای شما خب اول از همه شروع بکنیم از اینکه RTM چیه؟ RTM مخفف رید ده مارکت هستش یعنی مارکت رو بخوان، چارت را بخوان و آقای ایف میانته بنیانگذار این سبک هستن که این سبک رو ایجاد کردن و هدفشون و حالا گفته که ایشون داشتن در زمان انتشار این بوده که بانک ها و مؤسسات بزرگ که ما بهشون میگیم بیگ بوی ها در مارکت میان و یک تله هایی رو در چارت میذارن که سرمایه رو از سرمایه گذاران خورد جمع میکنن و بعد مارکت رو به اون هدفی که دارن حرکت میدن و یه موضوعی هم اتفاقا خیلی رایجه خیلی ها میگن چرا مارکت اول استاپ ما رو جمع میکنه و بعد به سمت اون تارگت و هدفی که ما مشخص کرده بودیم حرکت میکنه آرتیم یه سبکه اومده یک سری الگوها و یک سری چیزهایی رو آموزش داده که کمتر این اتفاق بیفته در مارکت به هر حال حتما و حتما به عنوان یک تریدر این رو میدونیم که استاب خوردن جزی از این کار هستش و اشتناب ناپذیره نمیشه که یک سبک یا یک استراتژی داشته باشیم که استاب نخوره و وی ریت صد داشته باشه ولی حالا در سبک RTM میتونه ویر کمی بالاتر بره که یکی از سبکهای به روز هم هست سبک RTM و میتونیم ازش استفاده بکنیم خب این بود از خلاصه ای از اینکه RTM چی هستش و چرا به وجود اومده یه موضوعی هست در سبک RTM یه سری اصطلاحاتی داریم که اگر از همین اول شما لطف کنیم و اینا رو بنویسین خیلی میتونه در آینده براتون مفید باشه که من روی چارت اگر از این اصطلاحات استفاده کردم شما کاملا متوجه بشید خب قبل از اینکه برم حالا روی چارت شروع میکنم از اینکه چند تا از این اصطلاح ها رو با هم ببینیم در آرتیم یه سری از کندلت ها خیلی برای ما مهم هستن اولین نوع کندل های بیس هستش که خیلی مهمه و ما با این کندل ها خیلی کار داریم در سبک آرتیم برای اینکه بتونیم نواحی مهم رو مشخص کنیم و با کندل های بیس آشنایی داشته باشیم منظور از کندل بیس چیه؟ کندل هایی هستن که بدنه کوچکتر از شدو هستش ما به این کندل ها میگیم کندل های بیس و خودمون میتونیم مثلا بگیم دوجی میتونه جزء کندل های بیس باشه و این بی رو ما میگیم نشون میدن این کندل ها و به این کندل ها میگیم کندل های بیس که بدنه کوچکتر از شادو باشه یکی این کندل ها خیلی برای ما مهم هستن در RCM کندل های بیس و کندل هایی که قدرت روند رو نشون میدن اصطلاحاً کندل های مومنتوم به اونها میگیم که قیمت با شتاب تو اون کندل ها به یه سمتی حرکت کرده اصطلاح مومنتوم قدرت روند رو به ما نشون میده و وقتی میگیم کندل مومنتوم یعنی کندل هایی با بدنه قوی که شدوه کمتری داشته باشن و برعکس کندل های بیس بدنه اونها از شدو اونها کمتر و بزرگتر باشه عذرهایی میکنم بدنه از شدو بزرگتر باشه که به این کندل ها میگیم کندل های مومنتوم خب بریم روی چارت و چند تا نمونه از کندل های بیس و کندل های مومنتوم رو با هم ببینیم و اسمای کندل های مومنتوم رو هم بهتون بگم الان روی چارت لایو طلا هستم تایم چهار ساعته و همونطور که الان روی چارت میبینین منظورم از کندل های مومنتوم چیه این کندل قرمز رنگ همونطور که میبینیم بدنه بزرگتری داره نسبت به شدوهاش این کندل هم دوباره میتونه مومنتوم باشه این کندل میتونه کندل مومنتوم باشه حالا این کندل های قرمز رنگ و نزولی نشون میده مومنتوم نزولی روی بازار سواره به اصطلاح و قدرت فروشندگان بیشتره و وقتی این کندل های مومنتوم رو بعد از یه بیس ببینیم این میشه یک ناحیه مهم برای ما الان این کندل ها کندل های بیس هستن که راجبش صحبت کردم کندل بیس همونطور که میبینیم بدنه کوچکتر از شدوها ها کوچکتر از شدوها این میتونن کندل های بیس باشن دوباره بریم روی چارت کندل بیس این دوباره کندل بیس هستش و بخوام حالا کندل های بیس الان دارین روی چارت میبینین دارم براتون نمایش میدم کندل مومنتوم کندل های بیس کندل بیس به این صورت ما میتونیم پس کندل ها رو برای خودمون دسته بندی کنیم کندل بیس و کندل های مومنتوم برای این جلسه اول خیلی برای ما مهم هستن میتونیم بریم و روی چارت برای خودتون این کندل ها رو پیدا بکنیم مثلا کندل بیسه که الان داریم روی تاثیر روی چارت تل میبینیم در تایم چهار ساعته از حدود 1981 هستش تا حدود 1994 کندل بیسیه که اصلاحا بهشون میگیم که اکسندید بیس کندل یعنی کندل هایی که گسترده هستن و یک حالا شدوه زیادی دارن همونطوری که میبینیم از سود تا 94 هستش در تایم 4 و بله این یک کندل بیس هست همونطور که میبینین قیمت هم ازش به سمت بالا واکنش دیده ولی بهتر کندل های بیس ما اینقدر گسترده نباشن روی چار البته اینا هم هستن جزء کندل های بیس و اتفاقا به اونها هم میتونیم واکنش رو داشته باشیم ولی بهتر کندل بیس مثلا به این شکل باشه و اونقدر گسترده رو نباشه روی چارت خب تا اینجا کندل های بیس و مومنتوم رو گفتیم و بریم کندل های, بیست، کندل های مومنتوم سبزرنگ رنگ رو هم با هم ببینیم این کندل مومنتوم سبز که الان روی چارت میبینیم حالا اسم کندل های مومنتوم چیه؟ کندل های سبزرنگی سبزرنگی که بدنه بزرگی دارن به این کندل ها ما در آرتیم میگیم رالی و اینطوری صداشون میکنیم کندل های رالی کندل هایی که بدن بزرگتر از شدو هستش و دقیقا داره مومنتوم سعودی رو به ما نشون میده داره نشون میده که توی این کندل ما میتونیم متوجه بشیم قدرت خریداران بیشتره و این پس شد کندل رالی کندل مومنتومی که سعود رو نشون بده سبز رنگ باشه بهش میگیم کندل رالی و کندل هایی که قرمز رنگ هستن مومنتوم های قرمز رنگ که الان داریم روی چارت میبینیم مثلا این کندل به این کندل ها ما میگیم دراب در آرتیم. پس ما کندل های بیس رو داشتیم که میتونه به صورت دوجی باشه بدن کوچکتر از شدو و کندل های مومنتوم رو داریم که بدن از شدو بزرگتره و حالا کندل های مومنتوم اسامیش به چه شکله کندل هایی که سود رو نشون میده کندل های سبز رنگ بهشون میگیم رالی و به کندل های قرمز رنگ میگیم دراپ تا اینجا قضیه رو که کامل واسطون گفتم که کندل ها به چه شکله کندل های مهم در آرتیه کندل های مومنتوم و کندل های بیس اسامیشون و روی چارت هم با هم دیدیم که به چه شکل هستش میتونیم بریم در هیستوری و چند تا مثال دیگه از کندل های رالی بیس و دراب با هم بریم این کندل سبز رنگ رالی رو به ما نشون میده این سه تا کندل پشت سر هم رالی رو نشون میدن این کندل هایی که قرمز هستن و پشت سر هم با بدنه بزرگ دراپ رو به ما نشون میدن و کندل های بیس هم روی چارت ما هم میتونیم ببینیم کندل هایی که به صورت دوجی باشن و بدن کوچکتر از شدو باشه الان دارم هر قسمت از چارت رو میذارم عقب و اینا رو به شما نمایش میدم اینجا میتونیم کندل های بیس رو ببینیم اما یک نکاتی رو هم حتما باید مد نظر داشته باشیم مثلا اگر میخوایم یه بیسی رو مشخص کنیم بهتره که تعداد کندل هاش بیشتر از 6 تا کندل نباشه اینو گفتم که تو ذهنتون باشه در آینده مفصل توضیح خواهم داد راجع به این صحبتی که کردم الان این قسمت چارت تلا رو با هم میبینیم یه کندل بیس اینجا تشکیل شده همونطور که دارین مشاهده میکنین و بعد کندل‌های مومنتوم دراب، بیس استراحت و دوباره کندل های دراب میخوام که چشمتون با این چیزهایی که میگم روی چارت آشنا بشه تا در ادامه بتونیم کاربورت هاشم هم با هم ببینیم و ازش استفاده کنیم حالا راجع به اینا صحبت کردم برای چی؟ برای اینکه که درارتی ما نیاز داریم که بیس های مهم رو پیدا کنیم نواهی مهم رو بدونیم منظور از نواهی مهم نواحی عرضه و تقاضا هستند که کندل های بیس به ما میتونن کمک بکنن که این نواهی رو روی چارت برای خودمون پیدا کنیم در تایم های مختلف از ویکلی، دیلی، چهار ساعت، یک ساعت، 15 دقیقه، پنج دقیقه و تایم های پایین ما میتونیم با وسیله، به وسیله با کمک کندل های بیس بخوایم این نواهی رو برای خودمون پیدا کنیم و یه نکته ای هم که مهمه برای پیدا کردن بیس خوب کندل های مومنتوم هست ما باید کندل های مومنتوم خوبی ببینیم که از بیس خارج شده باشن و به بیس وارد شده باشن حالا همه اینایی که گفتم رو بریم با هم در چارت ببینیم الان تایم چهار ساعته هستم روی طلا اگر بخوام بگم که خب نواهی کشیدن چطوریه چطور میتونیم از کندل ها استفاده کنیم برای کشیدن نواهی اول از همه برای پیدا کردن نواهی عرضه و تقاضا روی چارت میتونیم دو راه دو نوع حالا نواهی و بیس رو ما میتونیم برای خود مشخص کنیم من الان میخوام اولیش رو بگم که مهمتر هستش اولین پیدا کردن قله ها و دره ها هستش روی چارت که شما میتونید روی چارت قله ها و دره ها رو پیدا کنین بعد ببینیم کندل بیس خوبی تشکیل شده ورود و خروج با مومنتوم قوی داشته پس بل این میشه یک بیس خوب و معتبر که احتمالا قیمت با رسیدن به اون واکنش میده حالا اگر بیسی که پیدا کردیم ناحیه تقاضا باشه قیمت میتونه از اونجا به سمت بالا حرکت بکنه و اگر عرضه باشه قیمت میتونه به اون واکنش ریزشی بده خب این اولین پله هستش پ... اول پیدا کردن بیسه و بعد تازه شروع کاره و تاییدیه گرفتن و نقطه برود پیدا کردن برای معاملات ما الان داریم از بیسیک شروع میکنیم پس تا اینجا اومدیم که برای پیدا کردن نواهی عرضه و تقاضای مهم در چارت ما میتونیم اول دنبال گله ها و دره ها بگردیم الان اینجا روی چارت یک قله داریم که میبینیم تعداد حالا کندل ها می هم بوده میتونیم اینجا رو در نظر داشته باشیم که چهار تا کندل هم داره این بیس ما پس میتونه بیس خوبی باشه و این کندل رو میتونیم به عنوان کندل بیس در نظر داشته باشیم که از 2040 هستش تا 2047 در تایم 4 ساعته و در صورت که قیمت برسه به این بیس ما میتونیم انتظار داشته باشیم بهش واکنش ریزشی بده اما این بستگی داره به اون زمانی که داره این اتفاق میفته اگر داده و خبر مهم و مثبتی برای طلا بود ما باید دقت کنیم شاید این ناحیه عمل نکنه به نقش خودش و الان فقط دارم تئوری رو خدمتتون میگم پس اینجا ما تونستیم یک ناحیه ارزه پیدا کنیم روی چارتمون که برای خودتون میتونید توی این قسمت مشخصش کنین این رو میتونین در نظر داشته باشین من چون چارتم روشنواهی مشخصه، حالا وقتی این رو کشتم برای شما شلوغ میشه، ولی اینجا رو میتونیم برای خودتون روی چارت مشخص کنیم. با این مستطیل میتونیم بریم و برای خودتون بکشیم. من دوباره این خطا خودت هاردم رو، چارت رو برای شما پاک میکنم که خلوت باشه. و خب این از یک حالا کندلی که تونستیم یک بیسی که پیدا کردیم برای ناحیه ارزه که میتونه اگر قیمت به اون رسید با کنش ریزشی داشته باشه بریم و یک ناحیه هم پیدا کنیم که برای به عنوان حالا ناحیه تقاضا بتونه برای ما عمل بکنه ببینیم که میتونیم کجا رو روی چارت داشته باشیم برای پیدا کردن ناحیه تقاضا باید به دنبال دره ها باشیم در چارت و من الان میخوام یک ناحیه خوب برای شما پیدا کنم که از اون بخواد قیمت به سمت بالا حرکت بکنه و ویژگی های یه بیس خوب رو هم داشته باشه چون الان میخوام برتون مثال بزنم که یه بیس خوب باید لگین و لگاوت خوبی داشته باشه یعنی چی؟ یعنی کندل ورود خروجشون از کندل های جزو کندل های مومنتوم باشه که خدمتتون گفتم به طور مثال اینجا میتونیم روی چارت یک دره ببینیم برای چارت طلا من اومدم از هیستوری عقب پیشینه طلا برای شما نمایش بدم اینجا میتونیم اینجا رو این ناحیه رو به عنوان یک کندل بیس مد نظر برای خودتون بگیرید یا مثلا این قسمت دنبال قله و دره باشین که کندل بیس خوبی داشته باشه و از اون حالا کندل بیس و بیسی که برای خودتون میکشین کندل های مومنتوم خروج و, خروج و ورود داشته باشن شما پس تا اینجا یاد گرفتیم که کندل های بیس چی هستن کندل های مومنتوم چی هستن اسم کندل های مومنتوم که رالی برای کندل های سبز رنگ و سعودی و دراب برای کندل های نزولی هستش تا اینجای ویدیو داشته باشیم این موضوعات رو و در قسمت بعدی چون الان تایم کمه مفصل راجع به کشیدن نباهی و نکات بعدی صحبت خواهم کرد امیدوارم که براتون مفید باشه پرسود باشیم.